علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت تمام عزیزان بیننده برنامه جواهر. بازم پس از گذشت یک هفته مهمان خانه های شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم تنتان بسلامت باشد و از گزند آفات و بیماری های روزگار در امان باشد. بحث برنامه امروز ما مثبت‌گرایی و مثبت اندیشی است و اینکه مثبت‌گرا بودن چه تأثیری بالای زندگی و روان و شخصیت انسان دارد. از آنجایی که همه می دانیم مثبت اندیشی یک دید یا نگرش ذهنی است که در عصری که ما ها زندگی می کنیم نیاز خیلی جدی به مثبت گرایی داریم و همانطوری که همه می گویند انسان دنیا را با عینکی می بیند که خود به چشمان خود کرده است و همچنان روانشناسان تأکید می کنند که زندگی بازتاب اندیشه هاست. پس چه خوب است که این اندیشه های ما مثبت باشد و همیشه به خوبی ها و اتفاقات مثبت بیاندیشیم. در این مورد مهمان عزیزی را در استودیو با خود داریم که روی موضوع مثبت اندیشی و بحث می پردازیم. بانو صدیه سادات. بسیار زیاد خوش آمدید بانو صدیه سادات. تشکر از این که دعوت پذیرفتین و برای ما وقت دادین. بیاین شروع بکنیم از این که مثبت اندیشی یا مثبت گرایی یعنی چی؟ به چه کارهایی میشه بگوییم که مثبت اندیشی یا مثبت گرایی؟ زنده و سلامت باشین. از این که شما ما را هم به برنامه‌تون دعوت کردین. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. ما هم بنوبه خود سلام و احترامات خدا خدمت تمام بینندگان تلویزیونتان تقدیم میکنم. امیدوار هستم جور و صحت سلامت باشند و زیر سایه رحمت پروردگار قرار داشته باشند. تشکر از سوالتان. سوالی را که پرسیدین در رابطه با ای که خود مثبت اندیشی چی است، اگر ما یک تعریف خیلی ساده ای را نسبت به مثبت اندیشی داشته باشیم، خود مثبت اندیشی و مثبت گرایی یک طرز فکر است که انسان ها در وجود خود می داشته باشند که انسان قادر به ای می سازد که همون نگرش ها و خاطرات و افکاری که در ذهن ایشان وجود داره، استعدادها، علایق خود از خود و دیگران را او را به شیوه مناسب تلقی کنند و همچنان این انسان ها به شیوه خیلی آرام و خونسرد میتونن که نسبت به تمامی مشکلات و حالات زندگی خود تصمیم بگیرن. بانو سادات، از آنجایی که ما الحمدلله مسلمان هستیم و پابند به احکام اسلام و پابند به احکام قرآن کریم هستیم، در قرآن کریم چه احکامی وجود دارد درباره این که باید مثبت گرا باشیم و دید مثبت داشته باشیم؟ یقینا قرآن کریم یگانه و کاملترین کتاب است که یعنی تمام جوانب زندگی انسانها را مورد بحث قرار داده، یعنی هیچ اتو جنبی از زندگی انسانها و تمام کائنات وجود نداره که آیت یا روایت از قرآن وجود نداشته باشه. اگر ما بخوایم از قرآن آیت را یا احکام را پیدا کنیم به خاطر ای که مثبت اندیشی چی است و چقدر در زندگی انسانها تاثیر داره، سوره زها یکی از بهترین آیات هایی است که الله متعال با یک شیوه واضح همین مثبت اندیشی را به پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کرده که چیز زیبا الله متعال می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولسوف یعطیک ربک فترضا، الم یجدک یتیما فآوى، ووجدک ضالا فهدى، ووجدک عائلا فأغنى، فاما الیتیم فلا تقهر، واما السائل فلا تنهر. و اگر ما به ترجمه آیات ببینیم، الله متعال به پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنه، میگه ما آنقدر به تو عطا خواهیم کرد که تو خوشنود خواهی شد. آیا تو را یتیم نیافتیم که تو را پناه دادیم و تو را ناگاه یافتیم و سپس به وسیله وحی تو را هدایت کردیم و یعنی آگاهی تو را بلند بردیم و سپس تو را فقیر یافتیم و نیازمند ساختیم؟ پس تو انسانهای فقیر یعنی دلشان آزار متی و از خود مران و کسایی که سائل هستند اونا را خوار و ذلیل مدار و نسبت به تمامی نعمتهایی که ما بر تو دادیم تو در میان مردم از او یادآوری کن. یقینا زمانی که آیت سوره زها به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، تمامی مشرکین مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم هم مورد طعنه قرار میدادند و میگفتند که الله تو یا خدای تو پروردگار تو را ترک کرده و هرگز متوجه تو نیست. باز الله متعال به خاطر که قلب پیامبر صلی الله علیه و سلم
تسلی بده و به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایره یاداوری کنه که تو با این قدر مشکلات که داشتی ما تو را نیازمند ساختیم و مو درد را که یک یتیم میبینه و تو دیده بودی و ما تو را پناه دادیم و به مو سبب بود که ای آیت ما خوب میتونیم یک دلیل واضح روشن همو مثبت اندیشی است که خداوند دید مثبت به زندگی و همو مشکلات که پیامبر صلی الله علیه و سلام داشت دوباره الله متعال او را با یک دید مثبت به پیامبر صلی الله علیه و سلام واضح و آشکارا ایده ثابت ساخت. خب بیاین که روی این مسائل بحث بکنیم که آنچنان که روانشناسا میگن انسان آنچی را که فکر بکنه همان را جسم میکنه و قسمی که من گفتم زندگی باستاب اندیشه هاست به گفته روانشناسا. پس چقدر این مثبتگرا بودن و مثبت اندیشی بالای اتفاقاتی که به انسان رخ میده تاثیر داره؟ یقینا که رول خیلی بسزای داره. شاید تنها نظر منی بلکه نظر تمام علما دانشمندان و روانشناسا است و به امی خاطر است که ما در قرآن کریم و روایات پیامبر صلی الله علیه و سلم احادیث داریم که میگن که انسان الله را قسم پیدا میکنه که در گمانش است. هدف از این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که ما خوب مورد بررسی قرار بدیم، در زندگی معمولا انسان ها دو شیوه داره. یکی انسان هایی هستند که نسبت به زندگی خیلی خوشبین هستند و یعنی از هر شیوه زندگی یک طریق خاص یک لذت خاص میبرن، اما بعض انسان ها هستند که خیلی تیرنگر منفی نگر نسبت به زندگی هستند. اتفاقا بعض انسان ها با داشته های خیلی کم از زندگی لذت میبرن، یقینا متوجه میشیم بعضی ها با داشته های خیلی زیاد چون دید مثبت به زندگی ندارن بازم لذت نمیبرن. اینا مشکل در دید خود دارن چون انسان منفی نگر هستن. همو یک مثال هم که در سوره یوسف علیه السلام آمده که چون اینا نمیبینن که نظر به کدام حالت مردم یک روی را انجام میدن. اگر مثلا امو رویه را متوجه باشن که نظر به کدام دلیل بوده باشه، اینا هیچ وقت منفی نگری نمیکنن. ولی اینا انسان هایی هستن که پیش داوری میکنن بدون اینکه بدانن موضوع از چی قرار است، چرا یک موضوع اتفاق میفته، زودتر پیش داوری میکنن و به همین سبب است که اینا دچار منفی نگری میشن. و این انسان ها با این منفی نگری که دارن سبب میشه روز به روز دوستای خود از دست بدن و دیگرانشان متنفر باشن، انگیزه منفی نسبت برشان داشته باشن. و طبق امی که در سوره یوسف علیه السلام الله متعال که فرموده برادران حضرت یوسف علیه السلام یگانه دلیلی که نسبت به حضرت یعقوب علیه السلام یعنی پدر حضرت یوسف علیه السلام منفی نگری کردن، دلیلشان افکار منفی نگرشان بود. اگرچه اگر اینا بنابر دلیل میدیدن که چرا حضرت یعقوب علیه السلام به حضرت یوسف علیه السلام محبت بیشتر میورزن، شاید اینا اوت یک کار نمی کردن، حضرت یوسف علیه السلام و بچه ها نم انداختن یا شاید هم به مصر روان نمی کردن. اما چون حس منفی که داشتن حس می کردن حضرت یوسف علیه السلام وسیله یا سبب است که اینا را از محبت پدر بدور می کنن، اینا بدتر امی افکار منفی در ذهنشان جا گرفت و سبب شد که اینا بگوین که ما پدر ما را در گمراهی آشکار می بینیم و این سبب شد که تصمیم به این بگیرن که حضرت یوسف علیه السلام به قتل برسانن و یا هم به یک کشور دور روان کنن تا محبت پدر نسبت به خود جلب کنن. بله. بسیار تشکر بانو سادات. برمیگردیم به بحث ما. دوستای عزیز فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با ما باشید. سلام مجدد خدمت بیننده هایی که تازه نشستن و برنامه جواهر را تماشا میکنن. بحث امروز ما بحث مثبتگرایی و مثبت اندیشی است و بانو سعدیه سادات در برنامه با خود داریم. بانو سادات، از مثبتگرایی و مثبت اندیشی صحبت کردیم، بیاین بگوین که ما چگونه بشناسیم که کدام انسان مثبتگرا است و کدام انسان نیست، یعنی خصوصیاتی که یک انسان میتونه با او مثبتگرا باشه کدام خصوصیات است؟ یقینا انسان هایی که مثبتگرا هستن معمولا نسبت به تمامی چیزهایی که در زندگیشان داره اینا خوشبین هستن و شاد هستن، بیشتر اوقات از زندگی خود لذت میبرن، سرمست هستن، شاد هستن و کوشش میکنن از زندگی خیلی استفاده خوب کنن. از نظریات منطقی افرادی که در کنارشان هستن استفاده میکنن و اگر گاه هم نظریه کسر رد میکنن بنابر یک دلیل منطقی است.
ای افراد که مثبت اندیش هستن، اگر ازشان درباره موضوع سوال شوه، اینا اگرچه اون موضوع شاید مسائل منفی هم داشته باشه، ولی بیشتر تمرکز اینا روی جنبه های مثبت از این موضوع می باشه و نسبت به اطرافیان و روابط اجتماعی که نسبت به انسان ها و انسان ها دارن، یک سوء ظن یا یک گمان نیک نسبت به هر انسان نسبت به عملکردهایشان داره و بیشتر کوشش میکنن با انسان ها خدمت کنه و امرایشان کمک کنه و این افراد تلاش و کوششان زیاد است همیشه به اینکه موفق باشن و اگر گاهی هم در بعض مسائل موفق نمیشن، اول کوشش میکنن که امو علل موفق نشدنشان در وجود خود پیدا کنن و اگر در وجود خودشان نبود باز او را در محیط جستجو میکنن و شاید هم صد دلیل میارن که بالاخره منتهی شده به این مثبت‌گرایی. بله، پس مثبت‌گرا بودن و مثبت اندیشی چه فواید میتونه داشته باشه بالای شخصیت، بالای زندگی و همچنان روابط انسان ها در جامعه؟ یقینا چیزی را که قرآن کریم بر ما بیان میکنه خالی از حکمت های نیست و همچنان فواید انسان هایی که همیشه افکار مثبت دارن، مثبت‌گرا هستن، اولین فایدهش ای است که اینا بیشتر در زندگی خود پیشرفت میکنن و دلیل پیشرفت اینا هم افکار مثبتشان است. چرا؟ چون یقینا اینا میدانن که زندگی کلش خوشی نیست و کلش هم غم نیست، چالش های خود داره، یقینا فراز و نشیب، پستی و بلندی چیزهای خود داره. زمانی که اتفاقات در زندگیشان مفتن، اینا بامو هر اتفاقی در زندگیشان مفته بامو کمک ذهنیت مثبت وقت به استقبال هر مسائل در زندگیشان میشن، اینا سبب میشه که باز دوباره استحکام قوت ارادهشان مستحکم، یعنی بعد از هر شکست دوباره به پا میخیزن و به پا میخیزن، هرگز شکست قبول نمیکنن، یعنی شکست برشان شکست جلوه نمیده، بلکه میگن که اگر بنگریم هر موفقیت در کل داستان یک شکست بزرگ هم است. و دیگه خصوصیات از این افراد ای است که بود ایمانی از اینا را همین مثبت نگریشان تقویت میکنه، چون نظر به بینش مثبتی که نسبت به جهان هستی کائنات داره، زمانی که در بیرون مبراین یا هر جایی میباشن وقت چیز را میبینن از خلقت آسمان و زمین که الله متعال او را خلق کرده، اینا به تفکر فرو میرن و فکر میکنن که چگونه خلق شده، چگونه پیدا شده، با چه ظرافیت و زیبایی الله متعال ایره یعنی با وجود آورده و این تفکرات اینا سبب میشه که ایره درک کنن که بگوین که ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار و این سبب میشه که اینا بود ایمانی از اینا تقویت شوه و بیشتر به الله متعال نزدیک شوه. و فایده دیگه که افراد مثبت اندیش دارن، همین مثبت اندیشیشان یک داروی خیلی راحت از بر زمانی که اینا در زندگی خود سختی ها را تجربه میکنن. چیگونه؟ زمانی که یک مشکل روی زندگیشان میاین، اینا کوشش میکنن که از اون مشکلات قوت اراده خود مستحکم تر بسازن و جنبه های مثبت از او را بگیرن و هیچ وقت مشکل فکر نمی کنن که بخاطر تباهی از اینا در زندگی داشته باشه و فکر می کنن که مشکلات آمده تا اینا را مستحکم تر بسازه و اینا در کل از مشکلات استفاده می کنن که ما چقدر قوت داریم. و فواید دیگه که افراد مثبت اندیش از افکار خود میگیرن این است که اینا همیشه شاد میباشن، یعنی به خاطر این فکر مثبت که دارن همیشه جنبه های مثبت از زندگی میگیرن، هر عاملی که در زندگیشان رخ میده. و عموما انسان های مثبت‌گرا یکی از صفاتش فکر کنم ممین است که همیشه با یک لبخند انسان ها با اونا مواجه میشه. در این باره پیامبر صلی الله علیه وسلم هم حدیث فرموده است که میگه تبسم یا همون لبخندی که تو به جانب خواهر یا برادر مسلمانت میزنی در حقیقت به تو صدقه هست. و جنبه دیگه یا فواید دیگه که مثبت اندیشی و مثبت گرایی به یک انسان میده، در کل اینا قلب های آرام دارن و دلیل این قلب های آرامشان این است، همون حدیث را که در ابتدا ما تذکر دادم که میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر زیبا میگه الله در گمان های ما است، یعنی این روانشناسا میگن که ما به اون چیزی که عقیده داشته باشیم و فکر داشته باشیم، ما همین قانون جذبی که در دنیا وجود داره اون چیز ما میتونیم جذب کنیم و همه قسم است انسان زمانی که همین قلب خود متصل با مو اقیانوس و آرامی که عشق و محبت پروردگارش از متصل می سازه و گمان نیک نسبت به الله خود می داشته باشه، سبب میشه که همیشه قلب آرام داشته باشه و هیچ چیز بهتر از سکون در زندگی نیست، سکونی که بالاخره منتهی شوه به یاد الله. خب بسیار زیاد تشکر، خیلی نکات مهم و بسیار نکات مفید شما ارائه کردین. به عنوان سخن آخر،
به آنهایی که همیشه دید منفی دارند، یا خیلی هایی هستند که مشکلات خیلی کوچک بسیار بزرگ جور میکنند. پس شما چه سخنی دارین به اونایی که منفیگرا هستند یا زندگی خیلی مشکل میگیرند یا از داشته های خیلی زیاد خود لذت نمیبرند و انسان هایی را میبینند در چهار دور بر خود که از داشته های خیلی کم خود لذت زیاد میبرند؟ پس سخن آخر شما به انسان ها چی است و چی کاری میتونیم بکنیم که مثبت گرا باشیم؟ یقینا ما توصیه آخری که میتونم به تمام بینندگان تلویزیونتان داشته باشم و تمام خواهران و برادران گرامی داشته باشم این است که همیشه هر آن حالاتی که در زندگی انسان ها رخ میده تنها مشکل نیست. هیچ چیز میگن شر محض نیست. هر آن چیزی که در زندگی انسان ها رخ میده حتما اگه خوب جستجوش کنیم حتما چیز مثبت در اون میتونیم پیدا کنیم. و ازشان خواهش دارم که هیچ وقت مشکل مشکل نبینن، به شرطی که جستجو بکنیم، به شرطی که جستجو کنیم و به شرطی که واقعا هدف ما ازی باشه که ما یک نکته مثبت پیدا کنیم. قسمی که گفتم در دنیا یا هر آن اتفاقاتی که در زندگی ما میفته هیچ چیز شر محض نیست و اگر با هر آن اتفاقی که در زندگی ما میفته ما با یک کمک ذهنیت مثبت به استقبال از او بریم، ما مطمئن هستم که هیچگاه در زندگی شکایت نخواهد کردیم و هیچگاه نخواهد گفتیم که ما در زندگی خود مشکل داریم. و بدون شک این جستجویی که مثبت ها و نکات مثبت پیدا بکنیم روی زندگی و اتفاقات مثبتی که به ماها پیش میای خیلی تاثیرگذار است. بسیار زیاد تشکر بانو سادات، بسیار زیاد خوش شدیم که شما تشریف آوردین و وقت دادین و موضوع خیلی مهمی که واقعا نیاز بسیار جدی جامعه ما است روی زو صحبت کردین. بسیار زیاد تشکر از تشریف آوریتان. دوستای عزیز، وقت برنامه رو به اختتام است. توجه شما را جلب میکنم به بسته معلوماتی که همکارای ما تهیه کردند. تا هفته آینده که من بازم مهمان خانه های شما میشم، همیتانه به الله متعال میسپارم. خدا حافظ و نگهدارتان. نقش مثبت اندیشی در موفقیت انسان. مثبت اندیشی شکلی از فکر کردن است که بر حسب عادت در پی به دست آوردن بهترین نتیجه از بدترین شرایط می باشد. شخص مثبت اندیش هیچگاه مسائل منفی را به رسمیت نمی شناسد، بلکه به مقابله با آن می پردازد. به عبارت دقیق تر، مثبت نگری فرایندی است تعمدی و انتخابی برای این که انسان بتواند از خود چهره شاد ساخته و نگرش مثبت را در خود تقویت نماید، لازم است به استعدادها و توانایی های خود توجه نماید. فضل و رحمت خدا همه نعمات مادی و معنوی است که خداوند به آدمی عطا کرده است. به کار آوردن این فضایل و مرحمت ها شادی آفرین است. به این ترتیب برای یک انسان خوشبین، شادی یک قاعده است و ناراحت بودن یک استثناء، چرا که فضل و رحمت الهی دائمی است و نه موقت. داستان حضرت یوسف علیه السلام در قرآن نمایانگر نمونه بسیار زیبای نگرش مثبت در بندگان مؤمن خداست. حضرت یوسف علیه السلام در اثر جفای برادرانش سالها از خانواده دور شد، رنج زندان کشید، غم غربت تحمل کرد، اما وقت بعد از سالها پدر را ملاقات کرد، ذره از غم و اندوه و جفایی که بر وی رفته بود سخن نگفت. این اوج فرهنگ مثبت اندیشی است که حضرت یوسف علیه السلام فقط به موهبت‌های الهی اشاره می‌کند. از چاه و سختی زندان سخن به میان نمی‌آورد و عامل جفای برادران را شیطان می‌داند. ایمان به خداست که حضرت یوسف علیه السلام را استوار می‌کند. اندیشیدن و نحو فکر کردن نقش بسیار مهمی در زندگی انسان دارد. انسان‌ها همواره با نوع تفکر خود و نگرشی که به جهان دارند از یکدیگر متمایز می‌شوند. انسانی که مثبت می‌اندیشد هیچ اتفاقی را در عالم شر و بد نمی‌داند، بلکه لحظه به لحظه آن را حساب شده و تحت کنترل خالق بزرگ عالم می‌داند. این نوع از تفکر مورد تایید قرآن قرار دارد و از حضرت یوسف علیه السلام به عنوان بهترین الگو در این زمینه یاد شده است. مثبت اندیشی زندگی را شاد و پرنشاط می کند. مثبت اندیشی لحظات سخت زندگی را آسان می کند. مثبت اندیشی رسیدن به اهداف را آسان می کند. مثبت اندیشی در زندگی باعث افزایش طول عمر فرد می شود. مثبت اندیشی باعث بلند بردن مقاومت سیستم دفاعی بدن می شود. انسان مثبت اندیش در مقایسه با سایر افراد لحظات شیرینی را در زندگی تجربه می کند. با مثبت اندیشی پیشرفت می کند.